سلام، خیلی وقتا پیش میاد تو خیابون یه تذکری میدیم به یه مثلا منکری، مثلا فرض کن حجاب، که البته حجاب همه یه منکرهای عالم نیست، ولی خب تذکر میدیم، طرف میگه به تو چه؟ ما هم میگیم خیلی خوب، قرار بوده بگیم و بریم، کلیپ قبلیمون حتما ببینید، تو اون خیلی توضیح دادیم. تا میای بریم میگه چی شد؟ کجا داشتی حرف میزدی؟ کم آوردی؟ اینجا دو تا حالت داره. حالت اول شیطان درون ماست، میاد میگه علی تو زایه شدی، یارو تو جنبهت گند زد، بیا جوابشو بده، کم نیاری، الان بقیه دارن میگن یارو زایه شد. این شیطونه، ولش کن، حرفش گوش نده. وظیفه ما این بوده بگیم و بریم، به همون تیکه انداخته، اجرش رو میبریم، زایه شدیم، اجرش رو میبریم، وظیفه همون بود بگیم بریم. به حرف شیطان درونمون گوش نکنیم. حالت دوم، حالت نه، عقل درون ماست، میگه که اب نداره، طرف داره دعوتت میکنه به حرف زدن، برمیگردیم باهاش صحبت میکنیم. اینجا خودش چند حالت داره. اگر برگشتیم و باهاش قرار شد بحث بکنیم، اولین چیزی که توی هر بحثی باید در نظر داشته باشیم شرایط زمانی و مکانی بحثه. حالا من از شما میپرسم، خیابون جای درستی برای بحث علمی و منطقی هست یا نیست؟ قطعا نیست، به خاطر اینکه اون آدم دور و برش کسایی هستن که امکان داره خلل ایجاد بکنن توی این بحث. پس باز دوباره میگیم نه، من با شما بحث خاصی ندارم، صرفا چیزی رو که به ذهنم میرسید و تذکر دادم. خدا نگهدارتون باشه. میخواین گوش بکن، میخواین گوش نکن، عزیز من دلم سوخت که گفتم، خداحافظ. اگر که نه، واقعا طرف اهل منطق بود، گفت نه جدا بیا منو قانع کن، که خیلی کم پیش میاد همچین اتفاقی بیفته تو خیابون، خیلی. مگه میشه؟ مگه داریم؟ حالا بر فرض همچین اتفاقی افتاد، باید یه اصل رو در یک مناظره خیابانی رعایت بکنیم. یک، بیس مشترک. چه پایه مشترکی بین من و شما هستش برای بحث کردن؟ قانون؟ پس قانون حرف آخر میزنه. شرع؟ پس شرع حرف آخر میزنه. اخلاق و انسانیت؟ اگر هیچ چیزی بین ما مقبول و طرفین نبود، بیس مشترک نبود، اصلا من با شما بحثی ندارم عزیزم. پس قدم اول، یافتن بیس مشترک. قدم دوم، تو حرف همدیگه نپرید. آقای میمنه دارم آقا تو پیت که خیاسی آنجا میکنه. قدم سوم، یه موضوع رو به نتیجه برسونیم، بعدن بریم سراغ موضوع بعدی. میایم از سجاب حرف بزنیم، میگن پس گرونی ها چی؟ تا میای گرونی رو جواب بدیم، میگن آقا قانونتون اینجوری. تا قانون حرف بزنیم، شما برو اختلاس ها رو بگی. تا میای اختلاس جواب بده، شما برو نماینده تون رو نماینده رو مدیر ادرا نمیشه. خلاصش این که شاخه به شاخه پریدن ممنوع. نکته بعدی، تا یک مسئله رو به سرمنزل مقصود نرسوندیم و ازش اعتراف نگرفتیم که این مسئله برات حل شده یا نه، موضوع بعدی رو شروع نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی داری با یارو صحبت می‌کنی، میگه آقا حجاب اینجوری، مسئله منطقیش، بحث انسان قانونیش، بحث شرعیش، همه رو توضیح میدیم. میگه خب پس آقا فلان چیز چی؟ میگیم صبر کن، قبلی برات حل شد. گرفتن اعتراف، اعترافم باید واضح باشه. نه حالا من الان اون مسئله رو من می‌خوام بدونم. نه آقا مثلا نشد دیگه، بیکار که نیستیم. قلبی حل شد برات، اگه حل شده بریم بعد، اگه حل نشده پس بحثی با هم دیگه نداریم، میشه بقیه جدل ممنوع. و نکته آخر، توی بحث کردن ها خدا رو در نظر بگیریم، نه اینکه حرفمون هر جور شده به کرسی بنشینیم. این مهمه. حالا نحوه نقد کردن از همدیگه چطور باشه تو کلیپ بعدی بهتون خواهیم گفت. این دومین کلیپی بود که در مورد آموزش امر معروف خدمتتون ارائه شد، حتما اولیشو ببینید، حتما.